تحقیقات انجام شده بر روی نوشابه‌های رژیمی نشون داده که این نوع از نوشابه‌ها نه تنها باعث لاغرتر شدن نمی‌شن، بلکه موجب افزایش وزن هم هستند. این نتیجه پژوهش‌های فراوان انجام شده بر این نوشابه هاست که به نظر می‌رسه علت اون رو شکرهایی با کالری کمتر می‌دونن. این مطالعات نشون دادن که نوشابه‌های رژیمی در قیاس با نوشابه‌هایی که حاوی شکر هستند در لاغر شدن نقشی ندارند. اگر هم بخوایم به طور خلاصه بگیم، نوشابه‌های رژیمی به همون اندازه مضر هستند. پژوهش فوق ذکر که شروع اون به 1984 میلادی برمیگرده در مؤسسه ملی بررسی سن و سلامت بالتیمور انجام شد. در این مطالعه 1454 نفر شرکت داشتند. با مقایسه متغیرهای مختلف مؤثر در میزان چاقی مثل رژیم غذایی، ورزش، نژاد و سایر عوامل، نتیجه ذکر شده به دست اومد. یکی از متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش هم شیرین کننده هایی با کالری کمتر بود که نتایج نشون داد میتونه باعث افزایش وزن، سایز بیشتر دور کمر، چاقی های ناحیه شکم و از این قبیل شوند. انتظار میرفت تمام عوامل گفته شده بر اثر مصرف نوشیدنی هایی با شیرینی و کالری کمتر کاهش پیدا کرده باشند. اگرچه انجام مطالعات کوتاه مدت بر روی نوشابه های رژیمی نمیتونه نتیجه های قطعی به همراه داشته باشه، اما مطالعات انجام شده در دانشگاه تگزاس که به مدت 10 سال به طول انجامید نتایج مشابهی رو به همراه داشت. در این مطالعه افرادی که به مدت 10 سال نوشابه مصرف میکردند را مورد بررسی قرار میدادند. در نتیجه این پژوهش عنوان شد که سایز دور کمر افرادی که نوشابه می نوشند در مقایسه با کسانی که آن را در رژیم غذایشون ندارند تا 70% بیشتر بود. همچنین کسانی که در روز بیش از 2 قوطی نوشابه می نوشند تا 500% احتمال افزایش سایز دور شکم را در مقایسه با سایرین خواهند داشت. اما می دونید علت این امر چیه؟ باید گفت که علم هنوز از بیان علت قطعی این جریان عاجزه. یکی از فرضیه‌های موجود میتونه تداخل شکر موجود در این نوشیدنی با باکتری‌های شکمی باشه. احتمال داره نوشیدن این نوشیدنی هوس شما رو برای مصرف شیرینی بیشتر بکنه. در این میان خوراکی‌هایی که از اونها به عنوان خوردنی‌های بدون شکر یاد می‌شوند هم وجود دارند. این احتمال هم میره که شکرهای مصنوعی همون تأثیر نوع واقعی شکر رو دارا باشند. به همین دلیل هم هست که گفته میشه مصرف نوشابه‌های رژیمی که تأثیری هم در میزان مصرف شکر و متعاقب اون چاقی ندارند با همون نوع معمولی نوشابه جایگزین بشه. با چنین مطالعاتی به نظر میرسه که بهتر باشه کلن تمام نوشیدنی‌های شیرین کنار گذاشته بشه. در غیر این صورت نباید انتظار داشت که در طول دوران زندگی نگرانی از چاق شدن وجود نداشته باشه.